بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی محضر شما عاشقان و ارادتمندان و موالیان مولانا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در هر کجای عالم که هستید و شبکه جهانی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو برای تماشا انتخاب کردید. حتما میشنوید صدای سیل جمعیت عزادارانی که اومدن در اربعین امام حسین علیه السلام شرکت کنن و ندای لبیک یا حسین رو در همه عالم تنین انداز کنن. جای همتون خالی کربلا، اگر قابل باشیم انشالله این ایام و این شب و روزهای عزیز دعاگوتون هستیم. امشب میخوام بهره ببریم سر سفره آقا قمر العشیره ابوالفضل عباس علیه السلام بشینیم و زانوی ادب بزنیم و از معارف اهل بیت استفاده کنیم در محضر استاد بزرگوار قاصد مجتبی علوی عزیز. حاجا سلام علیکم. عرض ادب و احترام. ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض ادب و احترام و سلام محضر مبارک عزیزان بیننده. خوشحالم که شبی دیگر رو هم در خدمتتون هستیم. ان شاء الله که مباحثمون مورد نظرتون قرار بگیره. الهی آمین. الحمدلله این سیری که در بحث نگاه تطبیقی داشتیم در حول محور صحابه بزرگوار حضرت سید الشهدا علیه السلام خیلی مباحث شیرینی بوده و اینطور که الحمدلله به عنایت آقای قمر بنی هاشم پیداست مخاطبان مورد رضایت بوده، حالا با پیام ها و تماس هایی که هست ممنونشون هستیم که پیگیر برنامه هستن. رضا بر خودمون وظیفه میدونیم چون این چند شب چند نکته مهم و اساسی و کلیدی رو عنوان کردین، اگر صلاح میدونین مقدمتا چند دقیقه رو بفرمایین و اگر سرفصل جدیدی هست سراپا انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که انتخاب کردیم این ایام ماه سفرالخیر در خدمت عزیزان بیننده بودیم با عنوان موضوع تطبیقی بر این مبنا بود که رفتار اصحاب سید الشهدا علیه السلام، وجود نازنین حضرت ابا عبدالله و در یک کلمه لشکر نورانی سید الشهدا به عنوان جبهه حق و رفتار دشمن لشکر عمر ابن سعد لعنت الله علیه به نمایندگی از ابن زیاد و یزید ابن معاویه لعنت الله علیه ما بررسی بشه رفتارهاشون، یه سری ویژگی هایی رو هر کدوم از دو گروه دارن و این رفتارشناسی و این که چه عواملی باعث شد یه عده‌ای در خط سید الشهدا علیه السلام قرار بگیرن به عنوان خط حق و یه عده در مقابل حق ایستادگی بکنن، با اینکه دعوت سید الشهدا علیه السلام برای عموم کسانی که در لشکر عمر سعد بودن کامل بود و توضیح دادیم که اگر انسان منصفی حتی بعد از 1400 سال تاریخ رو ورق بزنه و اون حرکت‌هایی که سید الشهدا علیه السلام انجام دادن رو بررسی بکنه متوجه می‌شود که سید الشهدا دعوتشون یه دعوت کامل و تام می بود. اینها رو موارد مختلفش رو جلسات قبل تقدیم عزیزان بیننده کردیم و ارجاع میدم به آرشیو شبکه انشالله مثل بحثای قبلتون، حالا یا به صورت سایتتون یا تو بحث ربات شبکه اینها رو میذارید و دوستانی که مایل هستن پیگیری میکنن. دیگه من خیلی به ریز مباحث قبل بر نگردم، اما هدف ما از این بحث اینه که ما این عوامل رو بررسی بکنیم، عواملی که باعث شد عده‌ای کنار سید الشهدا علیه السلام تا پای جان و با بذل جان بمانند
و عده دیگری یا در مقابل حضرت قرار بگیرند به صورت جنگ یا در مقابل حضرت قرار بگیرند به عنوان بی‌طرف. بعد ببینیم که این عوامل و رفتار در خود ما هست یا نه، اینهایی که باعث همراهی ولی خدا می شود. اگر در ما بود چه بهتر و باید تلاش کنیم تقویتش بکنیم. اگر خدای نکرده بعضی از این ویژگی ها رو نداریم، در صدد کسبش بیاییم. این یک نگاه فردی بود و یک نگاه اجتماعی هم به این قصه داشتیم. بالاخره بعضی از اتفاقاتی که در تاریخ نهضت سید الشهدا علیه السلام به وقوع پیوست نشان می‌دهد که اگر هر جامعه‌ای اون ویژگی‌ها رو داشته باشند، در مقابل حجت خدا می‌ایستند. و این مختص فقط مردم کوفه نیست. این بحثایی بوده که در قالب کلی و بعضی از مصادیقش رو این چند شب تقدیم عزیزان بیننده کردیم. یه مطلبی که به عنوان مقدمه عرض بکنم تا سرفصل امشبمون رو تقدیم بکنم اینه که عمل محصول کارخانه انسانه. یعنی انسان‌ها بر مبنای باورها و اعتقاداتشون یه سری افعالی رو انجام میدن که ما یکی دو شب راجع به این باورها و اعتقادات صحبت کردیم. حالا رسیدیم به اونجایی که این فعل از انسان صادر می شود. فعلی که از انسان صادر شد دو تا اثر داره، یا اثر تجسمی دارد که آثار تجسمی اعمال ما در قیامت بروز پیدا می کنه. این دسته اول، قرآن می فرماید که در سوره مبارکه زلزله آیه 6 می‌فرماد که یوم اذ یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. مردم گروه گروه محشور میشن، گروه گروه به صورت پراکنده از قبرهاشون خارج میشن، همون قصه صحرای محشر برپا میشه تا اعمالشون بهشون نشون داده بشه. یعنی اگر یک کسی دروغ گفت، دروغ یه جلوه خارجی دارد، یه جلوه تجسمی داره که این دنیا ظرف نشان دادنش نیست. لذا متکبر یه جور محشور میشه، بدزبان یه جور محشور میشه، بدچشم یه جور محشور میشه. خیلی بحثمون رو روی این شق اعمال، خیلی بحثمون رو روی این زاویه اعمال متمرکز نمی کنم. بحث دوم آثار وضعی اعماله. همه اعمالی که ما انجام میدیم، خوب یا بد، یه سری اثر وضعی دارن. یعنی چی اثر وضعی؟ یعنی اینکه اعمال یه سری آثاری دارن که بر زندگی ما تأثیر میذارن، چه ما آثار اون اعمال رو بدانیم چه ندانیم. ببینید، اگر یک انسان عاقل فهمیده، با علم به این که آتش نسبت به دست انسان خاصیتش اینه که این دست رو میسوزاند و از بین میبره، دستش رو داخل آتش بکنه میسوزه. اگر یه بچه‌ای هم که هنوز تجربه نکرده این قصه رو، هنوزم خیلی متوجه نمیشه، بالاخره اون فضایی که تازه راه افتاده، تازه داره درک میکنه و اون حس کنجکاویش، این بچه دستشو بکنه تو آتش، باز هم دستش میسوزه. یعنی چه ما بفهمیم چه نفهمیم، آتش خاصیت خودش رو دارد که میسوزاند. یعنی اون آتش هیچ موقع نمیگه که من ببینم این کسی که داره دستش رو میاره سمت من با علم این کار رو میکنه یا بدون علم این کار رو میکنه. اگر با علم دستش رو بسوزانم، اگر بدون علم نسوزونم. این اثر وضعی آتشه. البته ما در نگاه دینی مباحثی داریم اینجا که هر موقع خداوند متعال اراده بکند، اثر وضعی یک شیء رو ازش میگیره. این خودش یه سرفصلی، ورود بهش پیدا نمی‌کنم، مثل جریان حضرت ابراهیم.
بردن و سلاما علی ابراهیم یا علی ابراهیم. خداوند متعال آتش رو امر کرد بهش که نه اینی که نسوزانش، تازه سلام و امنیت و آرامش هم بود برای حضرت ابراهیم. فعلا به این کار ندارم که بالاخره خداوند متعال اراده بفرماد آثار وضعی اون شی رو میگیره. اما در قالب کلی این است که هر عملی که ما انجام میدهیم یا آثار تجسمی دارد که بروزش در قیامته، یا آثار وضعی داره که بروزش تو همین دنیاست. مثل همین مثالی که زدم و مثالهای متعدد، اگر یک کسی به نیت این که مثلا بخواد خنک بشه یه مقدار آب بالا خودش بریزه، خب این قاعده آب این است که او رو خیس میکنه. حالا اگر کسی هم بدون علم این آب رو بالا خودش بریزه، باز هم خیس میشه، چون اثر وضعی آب این است که خیس میکنه. افعال ما هم این شکلی هست، یعنی برای افعال ما خداوند متعال یه سری آثاری رو مترتب کرده که ما علم داشته باشیم یا نداشته باشیم اثر اون عمل می آید. گناه آثار وضعی داره، اعمال خوب آثار وضعی دارن. حالا گاهی اوقات این آثار وضعی هستن که فردی هم، یعنی یه فعلی یه نفر انجام میده تأثیرش بر همون یک نفره. گاهی اوقات این آثار اجتماعی است. من برای هر دو مدلش مثال بزنم. ببینید در اعمال فردی اگر کسی گناه کرد، بعضی از گناه ها آثار وضعی فردی دارن. گناهی رو یه نفر مرتکب میشه، خداوند متعال توفیق نمازش رو ازش میگیره، این اثر وضعی اون گناه. یعنی ما در روایات هم داریم دیگه، اگر کسی توفیق نماز شب ازش گرفته شد به واسطه گناهانی که در روز انجام میده، لذا یه نفر یه گناهی میکنه توفیق نماز شب ازش میگیرن، این دیگه آثاری برای دیگران نداره، خودش توفیقات نماز شب رو از دست میدهد، نورانیتش رو از دست میدهد، نمیدونم افزایش روزی رو از دست میده، اون فضای لذت بخش قبل از اذان صبح و خلوت با خدای متعال و اینا رو از دست میده به واسطه گناه. مثبتش هم داریم، یا آقای یهودی بود یا از مسیحیان یا از یهودیان مدینه بود در زمان نبی مکرم، پیغمبر اکرم با اصحاب نشسته بودن، رد می شد از جلوی این جمعی که نشسته بودن، یک رفتار بیادبانه ای کرد نسبت به این جمع. اصحاب بلند شدن که تنبیهش بکنن، حضرت فرمودن که ولش کنید، این عمرش سر اومده و به واسطه این بیادبی که کرد خداوند متعال عمرشو کوتاه کرد، الان میره بیابان، چون خارکند بود میره بیابان کارشو انجام بده میمیره. خب اصحابم نشسته بودن با نبی مکرم و صحبتشون ادامه دار شد، تو همون فضای صحبت دیدن که این آقا برگشت صحیح و سالم. اصحاب وقتی این رو دیدن متعجب شدن، علت رو از پیغمبر اکرم پرسیدن، خود اون فرد هم متوجه شد صحبت راجع به ایشانه و توقف کرد. حضرت فرمودن که خداوند متعال مقدر کرده بود که این بمیره به واسطه این بی احترامی که کرده بود، اما یه کاری انجام داد، اون کار باعث شد که عمرش زیاد بشه. یه ماری رو خداوند متعال امر کرده بود بهش که این رو نیش بزنه، بعد به اون فرد هم گفتن، فرمودن حضرت که اون کوله خارت رو بذار زمین، گذاشت زمین یه مار سمی از راش در اومد و رفت زیر یک سنگی قایم شد. حضرت فرمودن این مار موکل این بود که تو رو نیش بزنه، اما تو یه کاری کردی که به واسطه اون خداوند متعال عمرت رو اضافه کرد، خودت میگی یا من بگم چیکار کردی؟ گفت حقیقتش من کار خاصی انجام ندادم، ما یک آشنایی داریم، یک فامیل دوری داریم این اطراف مدینه، من وقتی که رفتم که خار بکنم برای این قصه که بیام و تو شهر بفروشم،
یه مقداری پول دستم بود، اونم میدونستم وضعش وضع خاصی نیست، گفتم هم یک صله رحمی بشه هم این پولو یک مقدارشو بدم به اونو، یه قرص نانی تهیه کردم و دادم بهش. حضرت فرمودن به واسطه همین صله رحمه، ولو آثارش رو هم نمیداند. این از دید فردیشه. در فضای اجتماعی هم همینه، یعنی گاهی اوقات یک گناه آثار اجتماعی خاص داره یا یک عمل خوب آثار اجتماعی خاص داره. در روایات متعدد داریم، مثلا یکی از گناهانی که اثرات اجتماعی داره بحث زناست. اگر زنا در امتی زیاد بشود، مرگ مفاجات، مرگای ناگهانی زیاد میشه. یا اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک بشه، در روایات داریم که حضرت فرمودن که آثار اجتماعی خیلی خاصی داره در خرید و فروش اجناس، در تسلط ظالمین بر مردم. اینها آثاری است که امر به معروف و نهی از منکر ترک کردنش داره. تا اینجای بحث ما چی شد؟ تا اینجا این شد که ما اعمالی که انجام میدهیم بر مبنای باورهامون، این اعمال دو تا اثر داره، یه اثر تجسمی داره یه اثر وضعی داره. آثار تجسمیش مال قیامت، آثار وضعیش هم تو این دنیاست. و این آثار وضعی گاهی اوقات اون فعل خوب یا بد برای خود فرد است، گاهی اوقات هم برای جامعه است. تا اینجا یه بحث رو داشته باشید با همین چارت بندی که تو این دو تا جمله آخر کردم، انشالله در قسمت دوم راجع به یکی از جملات نورانی سید الشهدا علیه السلام و روایت دیگه تو این زمینه توضیحش رو خدا حفظتون کنه. بهره برد، ممنونم از شما. میان برنامه تقدیم حضورتون میشه، برمیگردم انشالله از مباحث بهره کافی رو میبرم.